سلام برابکس عزیز، سوهل اقتصادی هستم، چوپان راستگو. آقا اولا تبریک میگم به تمام برابکسی که میرن و میجنگن و به قول معروف تو خیابونا هستن و اینا، دمتون گرم. من کلا برنامه دیگه راجع به انقلاب اینا نمیسازم به خاطر اینکه نه شعورشو دارم نه کاری میتونم بکنم. من حرفامو زدم، به قول معروف چیزایی که میتونم پخش کنم من پخش کردم، این برنامه‌ام گذاشتم توی اینستاگرام و اینا، مثلا من کارمو اونجا انجام دادم. من اینجا میام راجع به چیز دیگه حرف بزنم، با هم بگیم، بخندیم، یه چیزی یاد بگیریم، یه خودمون رو آپدیت کنیم از این کار. آقا اپیزود امروز راجع به اینه، یه چیزی که یکی از پوینتایی که انسان داره و من بیشترم تو خانوما دیدمش، حالا نمیدونم مخصوص خانوماست یا پسران میکنن یا نه، ولی من اینو به خاطر اینکه نامردی نباشه انسان میگم، ولی مثالی که دارم میزنم توش خانوم خواهد بود. و من یه چیزی هست که نمیفهمم، چرا انسان ها وقتی بتونن یه موضوعی رو بدش بکنن که به ضررت استفادهش بکنن حتما این کارو میکنن. من اصلا نمیفهمم چرا این لازمه. حالا توضیح میدم که بفهمید. مثال خودم رو میزنم. من مازارتی رو وقتی زمستون میشه رانندگیش نمیکنم تو برف، برای اینکه ساخته نشده واسه تو برف. زمستون ها ماشین رو میخوابونم. امسال دنبال پارکینگ بودم کجا بذارمش، گذاشتمش توی پارکینگ اینجا، رفتم دیدم یکی تبلیغ زده خونه مامان بزرگم توی آپارتمان زندگی میکنه، برج نام 45 طبقه است. توی آپارتمانش زدم که آقا من یه دونه پارکینگ میخوام و یه نفر زنگ زد و پارکینگ گرفتم. بعد پارکینگمو ماشینو گوشوام تو ماشین تو پارکینگ مامانم، چون خودم پارکینگی ندارم که درش بستشه. بعد گوشوام تو پارکینگ مامانم، خب براشون سخت بود دیگه، چون اونا مجبور بودن بیرون پارک کنن. پارکینگ دو نفر است، ولی چون که مثلا خانم ما یا مثلا مامانم چون سنش زیاده رانندگیش دیگه میترسه وقت مثلا بزنه ماشین، من نذاشته بود تو پارکینگ. به خاطر همین من گفتم خب برم ماشینو بردارم، گفتم که به مامان بزرگم. بعد سیچوشن مامان بزرگم چیه؟ مامان بزرگم یه خونه داره، ماشین که نداره، واسه این پارکش خالیه، ولی خاله و دایی و مامان من که میرن اونجا سر بزنن این پارکینگ رو استفاده میکنن، میرن پارک میکنن، بعد مثلا 3 دقیقه راه دارن یا مثلا چه میدونم 2 دقیقه راه دارن به آسانسور، بعد میرن بالا. من گفتم که زنگ زدم به مامانم، قرار بود برف بیاد و ماشین کارش گیر بیفته و زودتر از مامانم بکشمش بیرون بهتره، گفتم که مامان اگه موافق باشی ما ماشینو ببریم بذاریم تو پارکینگ مامان جون، یعنی مامان بزرگم، وقتی که اول ماه شد پارکینگ من به دستم اومد من بیام بذارم تو پارکینگ خودم. اونم گفتن اوکی. حالا پارکینگ 3 طبقه است، خب پارکینگ مامان بزرگم طبقه سومه، پارکینگ من طبقه که الان اجاره کردم طبقه اوله. بعد مامانم چند روز پیش من زنگ زد که سوهل اول شده، الان دوم فکر کنم یا سوم، گفتش که سوال الان اول ماه شده بیا بریم ماشین رو عوض کنیم. موموکو اون روز خیلی بعید شده بود، گفتم موموکو کارش بعده، من موموکو نگهداری میکنم و نمیتونم به خونه بیام بیرون، برای همین اگه مثلا باشه فردا پسرا بکنیمش. ولی خب تو مغزم که هیچ مشکلی نبود ها، گفتم که خب برو بذار تو اینکی پارکینگ، ولی مامان من این کار نکرد. بعد شب بزن زنگ گفتم چیکار کردی، گفت رفتم گشتم ویزیتور. ویزیتور چیه؟ اگه یکی بیاد بخواد مثلا دوستی آشنا ببینه، چند تا پارکینگ گذاشتن که تو میتونی اونجا پارک کنی، ولی راحت نیست. بعد بری اونجا پارک کنی، بعد بیای بری توی لابی پیاده، بری به اون کسی که اونجا وایساده مطمئن باشی کاری نداره، بهش بگی که آقا من میخوام پارک کنم، کجا داری میری، خونه چندم فلان، یه زنگ بزنه چک بکنه، از این کارا بکنه، بعد یه کاغذ در میاره مینویسه که مثلا روز فلان ماشین شماره فلان میتونه پارک کنه اینجا، کاغذو میده دست تو، بعد کاغذ باید ورداری بری دوباره بیرون تو پارکینگ بذاری تو ماشینت، بعد دوباره برگردی تو آسانسور بزنی بری طبقه مامان بزرگ. مامان من این کارو کرده، در حالی که ما با هم رفتیم اون پارکینگو پیدا کردیم، یعنی مامانم نشسته بود سمت راست، منم رانندگی می‌کردم، با هم رفتیم طبقه یک پارکینگ من پیدا کردم. مامان این پارکینگ منه، چون امکان داره که حسین نره بره بگرده پیدا کنه، واسه این میدونم هم از کجاست، ولی با این حال تصمیم گرفته این کار نکنه. بعد دیروز دیگه خبری نشد، امروز الان صبح ساعت 9 صبح به من زنگ داده، یعنی مثلا الان سومه دیگه، یعنی دو روز یکم و دوم گذشته که ماشین من اون جایی که نباید باشه هست و یه پارکینگ خالیه. حالا این پارکینگ روبروی آسانسوره، یعنی تا آسانسور 5 ثانیه باید راه بری به جای 2 دقیقه، به جای طبقه سوم طبقه اوله، یعنی زودتر به پارکینگ میرسی، یعنی وارد پارکینگ میشی میپیچی راست میری تو پارکینگ، میری تو پارکینگت، ولی اون یکی باید بپیچی تو بری راست بری چپ بری بالا بری بالا یه در دیگه باز کنی دوباره بری چپ بری چپ بری چپ سمت راست پارکینگت، یعنی بعد 5 دفعه هم تو دور بزنی تا بهش برسی. مال من باید یه دفعه دو دفعه دور بزنی، پس یه پارکینگ 2 دفعه بعد دور بزنی، یه پارکینگ 6 دفعه، یه پارکینگ 10 ثانیه با آسانسور فاصله داره، یه پارکینگ 3 دقیقه 2 دقیقه فاصله داره. ولی هم مامانم هم خالم هم هر کی دیگه بره میرن اون ویزیتور رو پارک میکنن، چرا؟ که بعدن روز یه چیزی شد بتونن میگن که بابا ما پارکینگ دادیم به تو، تو چه آدم نمک نشناسی هستی. خب این چرا تو انسانیت وجود داره که باید کونه یکی بذاری چون که تو یه کاری کردی؟ چرا باید حتما
مچ بگیری از مردم، بول بگیری از مردم داشته باشی همیشه، که مثلا بگی من از تو بهترم. مثلا دارم میگم، من فکر میکنم اگه من خودم تو این داستان بودم، میرفتم اونجا میزنم میگم که آقا این پارکینگ ماشین تخمیتو گوشی تو پارکینگ من، کجا پارکینگ خودت گرفتی؟ الان که اول دیگه میدونم اینجا خالیه. من میگم 169. اوکی، بلند میشه میره میگرده شماره داره 1 2 3 4 5 169 رو پیدا میکنی. ها 169 رو پیدا میکنم، میرفتم پارک میکردم توش. بعد که میدیدم پارکینگ طبقه اول به جای طبقه سوم، بعد که میدیدم پارکینگ 10 ثانیه تا آسانسور داره تا 3 دقیقه، من زنگ میزدم به صاحب ماشین مازاراتی، میگفتم یو تو که ماشین تو اینجا پارک کردی، چرا میخوای پارک کنی؟ 3 ماه؟ خیلی خوب، استفادهش که نمی کنی؟ نه ماشین خوابوندی؟ آره ماشین خوابوندم. خب پس میشه همون جایی که گذاشتی نگهش داری من 3 ماه جا بهتره رو استفاده کنم؟ این عقل نمیگه این باید بشه، ولی این نمیشه. اگه فقط مامانم کرده بود میگفتیم مامانم غیر عادیه، ولی چجوری هم مامانم کرده، هم خالم کرده، هم دایم کرده؟ نمیتونی بگی همشون غیر عادی ان، اتفاقا همشون عادی ان، من غیر عادی ام که این کارو میکردم. آقا وقتی که تو یه آپشنی داری، یه چیزی رو خوب ببینی، چرا منفی دیدن انقدر مهم شده تو ما؟ چرا باید حتما یه چیزی داشته باشیم که بعدا به یارو بتونیم بگیم ببین من اون 2 روز رفتم پارک کردم یه جای دیگه به خاطر تو؟ به غیر از این که بخوان این سناریو رو سازی بکنن که مامان و خاله و دایی من که اینو یه روز داشته باشن بگن، چه سودی دیگه داره؟ اگه میشه شما به من بگین تو کامنت ها، من واقعا نمیفهمم. واقعا من همیشه حرفم هست که شرمنده، ولی بله به خدا همینه. این اصلا یکی از اون موضوع هست. آقا اگر یه موضوع خیلی ساده میشه حل کرد، خیلی راحت میشه جمعش کرد، یا حتی موضوع رو یه جوری دیگه بهش نگاه کرد که به نفعت بشه، چرا انسان ها و مخصوصا خانوم ها دیزاین شدن که همیشه اون بده رو بگیرن؟ همیشه دنبالن من فکر کردم میخوای این کارو بکنی، من فکر کردم اونطوری، من امیدم یه چیز دیگه بود. خب حرف بزنید. یارو میاد خونه من آب میخواد به من نمیگه، بعد میره میگه من آب نداد. دیگه آب که مجانیه دیگه، فقط شیر میزنی 5 تا 10 تا شیر از هر اتاق خونه اینجا به دکتر فشار بدی آب میزنه بیرون، ولی حاضره 5 ساعت بشینه بغل شیر آب، شیر آبو نگاه کنه، منم که دارم آب خودمو میخورم نگاه کنه، به من نگه که بره بعدن به رفیقش بگه سوهر که بابا من فقط خونه 5 ساعت به من آب نداد. من چه شخصی دارم هیچ چی نگفت، خوشم میخواد بزرگ کنه اونجا. من اینو تو خودم هم میبینم ها، یعنی میگم همه آدم ها از این مشکل دارن و خیلی خوبه که اگر بیام چشمشون رو باز کنیم به این موقعیت ها یه خود متفاوت نگاه کنیم، چون تو نمیتونی بری تو اون پارکینگ و به عقلت نرسی که من برم جای سوئد پارک کنم. سعی کنیم بهتر بفهمیم. روز خوبی داشته باشین، مرسی که نگاه میکنین، جون هر کی دوست دارین ساب و لایک و فوروارد و شیر و کامنت از این صحبت هم بکنین. اگرم کامنت میذارین جون هر کی دوست دارین، بعد از اینکه کامنت فارسیتون گوشین یه دون کامنت انگلیسی هم بذارین، چون که یوتیوب احمقه وقتی انگلیسی میذاره خیلی بیشتر بهش ارزش میده تا فارسی، چون فارسی نمیفهمه. برای همین یه بنویسین، یه دونه لاو ال او وی ای، یه دونه لایک ال آی کی ای، یه دونه ثانکس تی اچ ای ان کی اس بنویسین بعد از کامنتتون، که گوگل هم اینو بفهمه، یوتیوب هم اینو بفهمه، اینو پوش کنن، چون ما داریم حرف خوب میزنیم، میخوام همه رو بهتر کنیم. هرچی بیشتر اینو نگاه کنم بیشتر آدم خوب تو دنیا داریم. من سس تون امتحان نمی کنم که دیدی نیدی یا نیدی، من چیزی دارم میگم که واقعا باید ببینی. و کشوری که 80 میلیون جمعیت داره با 10000 تا ویو کار انجام میشه، ولی خیلی بیشتر طول میکشه. واسه همین خود سعی کنیم که اینو پوش کنیم. من ازتون به عنوان یه انسان کمک میخوام. من نشستم اینجا شخصیت خودم رو آوردم زیر سوال، نمیدونم به هر ایران و فلان بعد ویرا گفتم، به خاطر اینکه همه رو بهتر کنم. کمک هم کنین که تو این مسیر با هم بریم جلو. دمتون گرم. چاکس.